Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehsilin muhterem. در ویدیوی قبلی خواص دیترمینان برتان کار کردیم و حال درس نوتان معکوس ضربی متریکس های دوی در دو هسته. درس نو معکوس ضربی متریکس های دوی در دو می باشه. ما معکوسی از یک متریکس دوی در دو را چطور تشکیل کرده میتونیم؟ این عنوان نویتان هست. انشاءالله در این ویدیو مکمل برتان کار میکنیم. معکوس ضربی متریکس های دوی در دو. متریکس مربعی A دوی در دو. A مساوی به AIJ دوی در دو را در نظر میگیریم. دوی در دو را در نظر میگیریم. اگر متریکس مربعی B برشان وجود داشته باشد، یک متریکس مربعی B دوی در دو برشان داشته باشد، B IJ دوی در دو وجود داشته باشد، طوری که A ضرب B، A ضرب در B مساوی به B ضرب در A مساوی به متریکس عینیت شود. در این صورت متریکس بی را به نام چه می شود؟ به نام معکوس ضربی متریکس A نامیده می شود و آن را به شکل چی نمایش داده می شود؟ یعنی معکوس متریکس A را به علامه A بتوانه منفی یک نشان داده می توانیم و به طور زیل نوشته کرده میتونیم. چه قسم؟ یعنی شرط اساسیشون A ضرب A بتوان منفی یک مساوی به A بتوان منفی یک ضرب در A مساوی به متریکس عینیت می شود. به خاطر داشته باشین هرگاه هر متریکسی که دیترمینانتشان مساوی به صفر باشد، او متریکس را به نام چیار می شود؟ به نام متریکس سینگولر یاد می شود. به نام متریکس سینگولر یاد می شود. و هر متریکسی که دیترمینانتش آن خلاف صفر باشد، آن متریکس را به نام نان سینگولر یاد می شود. به نام نان سینگولر. هر متریکسی که دیترمینانتش مساوی به صفر باشد به نام سینگولر یاد میشه و هر متریکسی که دیترمینانتش خلاف صفر باشد او به نام چی میشه؟ به نام نان سینگولر یاد میشود. حال برای پیدا کردن شروط اساسی یا شرط اساسی برای پیدا کردن معکوس متریکس دوی در دو، یعنی به صورت عموم هر متریکس معکوس نداره، یعنی او متریکس ها معکوس دارد که این دو شرط داشته باشد. شرط اول از این که او متریکس معکوس داشته باشد، اول متریکس باید چی باشد؟ متریکس مربعی باشد. شرط اولشان این است که متریکس باید یک متریکس مربعی باید باشد. یعنی بدون متریکس مربعی ما از دیگه متریکس معکوسشان پیدا کردن نمیتونیم. یعنی شرط اساسی، اول شرط برای پیدا کردن معکوس متریکس دوی در دو ای است که متریکس باید چی باشد؟ او متریکس باید متریکس مربعی باید باشد. ما معکوسشان پیدا کردن میتونیم. و خاصیت دومشان، دیترمینانت متریکس A باید خلاف صفر باشد. دیترمینانت متریکس A باید چی باشد؟ خلاف صفر باشد. هر متریکسی که این دو شرط داشته باشد او متریکس معکوس پذیر است. اگر این دو شرط نداشته باشد، یعنی او شروط دهی صدق نکند، یعنی قسم یک متریکس باشد که متریکس مربعی نباشد، ما معکوس از او را پیدا کرده نمیتونیم، یا او متریکس که دیترمینانتشان مساوی به صفر باشد، ما معکوس از او متریکس را پیدا کرده نمیتونیم. پس این شروط اساسی برای معکوس پذیری دو متریکس بود که شرط اولشان متریکس باید یک متریکس مربعی باشد،
ما معکوسشان پیدا کرده میتونیم. دوم خاصیتشان دیترمینانت از او متریکس باید خلاف صفر باشد، ما معکوس از ایره ای که همزمان ای دو خاصیت داشته باشد ما معکوس از او متریکس پیدا کرده میتونیم، در غیر آن معکوس از او متریکس را پیدا کرده نمیتوانیم. عنوان دیگه متوسله، متوسله یعنی الحاقی. یک متریکس، البته این متوسله یعنی الحاقی یک متریکس یا به نام چی میشه؟ به نام ادجوینت adjoint of matrix of matrix. البته ای متوسله یا adjoint of matrix ای از matrix دوی در دو ما تشکیل میکنیم، یعنی یک matrix باشد که او چند در چند باشد؟ دوی در دو باشد. چطور تشکیل کرده میتونم؟ هرگاه در یک matrix دوی در دو موقعیت عناصر قطر اصلی را تبدیل و اشاره قطر فرعی را تغییر دهیم، متریکسی که به وجود می آید عبارت از متریکس متوسله یا الحاقی یا ادجوینت متریکس ای نامیده می شود. یعنی ای تنها در کدام متریکسی طریقه ما استفاده می کنیم؟ تنها در متریکس های دوی در دو ما ادجوینتشان به این طریقه پیدا کرده می توانیم. فرض مثال اگر ما یک متریکس داشته باشیم، متریکس A مساوی به A B C و D داشته باشیم، ما متوسله یا الحاقیه یا ادجوینت متریکس A را چطور پیدا کرده میتونیم؟ ادجوینت متریکس A مساوی به قطر اصلی، جایهای قطر اصلی را تبدیل میکنیم، عناصر قطر اصلی را جایهایشان تغییر میکنیم، بجای A D بجای D A را نوشته میکنیم و علامه های قطر فرعی را تغییر میدهیم. این به نام چی میشه؟ به نام ادجوینت متریکس دوی در دو به این طریقه ما پیدا کرده میتونیم D منفی B منفی C و A. این به نام چی میشه؟ به نام ادجوینت متریکس A یاد میشود. ما فرد مثال یک مثالشان هم کار کرده میتونیم، متریکس A مساوی به 3 منفی 4 5 2 باشد. ما ادجوینت متریکس از زیر چطور پیدا کرده میتونیم؟ ادجوینت متریکس A مساوی به چند میشه؟ عناصر قطر اصلی را، جاهای عناصر قطر اصلی را تغییر میدهیم. این ده جا چی هست؟ به جای 3 2 را نوشته میکنم و به جای 2 3 را نوشته میکنم و علامه های عناصر قطر فرعی را تغییر، ای چون منفی است ای مثبت، مثبت 4 میشه و در اینجا مثبت 5 است ای به منفی 5 تبدیل میشه. ای به نام چی میشه؟ به نام ادجوینت یا متوسله متریکس ای، ای دوی در دو ای تنها ای طریقه در متریکس های دو در دو تطبیق میشود، بدون از متریکس های دوی در دوی طریقه تطبیق نمیشود. مقصد اینجا فکرتان باشد که متریکس ها این طریقه برای پیدا کردن ادجوینت متریکس تنها در متریکس های دوی در دو می باشد. خیال معکوس از این متریکس را چطور پیدا کرده می تونیم؟ معکوس متریکس A ای در صورت که دوی در دو باشه مساوی به از کدام فرمول استفاده کرده می تونیم؟ یکی بر دیترمینانت متریکس A ضرب در ادجوینت متریکس A می باشد. یعنی توسط این فرمول ما معکوس یک متریکس را پیدا کرده میتونیم. اول چون در اینجا عنوان اول برتون نوشته کردیم که معکوس ضربی متریکس های دوی در دو، یعنی از دیگه متریکس ها که 3 در 3 4 در 4 5 در 5 این در این باشه هم توسط این فرمول پیدا کرده میتونیم. خب حال تنها پیدا کردن معکوس ضربی متریکس های دوی در دو می باشد. شرط اساسی باز برتون تکرار میکنیم که متریکس A باید چی باشد؟ یک متریکس مربعی باید باشد، یعنی این قسم نباشد که یک خلاف مربعی دیگه متریکس باشد. و دوم خاصیتشان ای است که دیترمینانت متریکس A باید چی باشد؟ خلاف صفر باشد. این خاصیت دوم. اگر خلاف صفر نباشد
در اینجا عدد تقسیم بر صفر لایتنگی ما از او معکوسشان پیدا کرده نمیتوانیم. حال میخواییم که یک مثال برتان کار کنیم. مثال اولشان هسته معکوس متریکس زل را پیدا کنیم. متریکس برم داده متریکس مساوی به چند هسته؟ 3, 4, 1 و 2 می باشد. اول ما توسط فرمول که معکوس از زیر پیدا میکنیم ای بتوان منفی یک مساوی به یک بر دیترمینانت متریکس ای ضرب در ادجوینت متریکس ای می باشد. خب ما در این فرمول به چی ضرورت داریم؟ برای دیترمینانت متریکس ای ضرورت داریم و ادجوینت متریکس ای را هم ضرورت داریم. اول می خواهیم که دیترمینانت متریکس ای را پیدا کنیم. دیترمینانت متریکس ای قطر اصلی منفی قطر فرعی می باشد. 3 ضرب 2 = -4 مساوی 2. پس در نتیجه دیترمینانت متریکس ای را پیدا کرده تانست مساوی به چند شد؟ مساوی به 2 شد. و آل ادجوینت متریکس ای را چطور پیدا کرده میتونیم؟ ادجوینت متریکس ای. ادجوینت متریکس ای چون قبلا برتون گفتم که جای عناصر قطر اصلی باید تغییر شود و علامه قطر فرعی باید هم تغییر شود. به جای 3 در اینجا 2 نوشته میکنم و به جای 2 3 نوشته میکنم. علامه قطر فرعی تغییر میشه -4 و -1. این به نام چی میشه؟ به نام ادجوینت متریکس ای نامیده میشود. حالا ما در این فرمول قیمت گذاری کرده میتونیم. پس ای به توان -1 مساوی به چند میشود؟ مساوی به 1 بر دیترمینانت متریکس ای. دیترمینانت چند پیدا شد؟ 2. ضرب در ادجوینت متریکس ای. ادجوینت متریکس ای چند است؟ 2, -4, -1 و 3 می باشد. آله ده ای جا سکالر چند است؟ 1/2 ای را ضرب میکنم. 1/2 ضرب 2 چند می شود؟ 1 می شود. 1/2 ضرب -4 -2 می شود. 1/2 ضرب -1 شود. -1/2 می شود. 1/2 ضرب 3 3/2 می شود. ای بنامه چه می شود؟ بنامه معکوس متریکسی ای نامیده می شود. معکوس ای متریکس متریکس ای را پیدا کنیم. ای متریکس چی بود؟ 3, 4, 1 و 2. از این معکوسشان پیدا کنیم. ای بتوان -1 مساوی به چند شد؟ 1 -2 -1/2 و 3/2 شد. این معکوسشان شد. حالا چه قسم امتحان کرده میتونیم که آیا واقعیت این معکوس متریکس ای هست یا نیست؟ شرطشان این است که ای ضرب در ای بتوان -1 مساوی به چی می شود؟ ای بتوان -1 ضرب در ای مساوی به متریکس عینیت باید شود. یعنی حاصل ضرب از ای باید مساوی به چی شود؟ مساوی به متریکس عینیت از ای باید به دست آید. اگر نآید، اگر متریکس عینیت به دست نآید، ای به نام چی یاد می شود؟ معکوس از ای متریکس نامیده نمی شود. خیلی چطور؟ ما در اینجا اول ای ضرب در ای بتوان -1 از ای را پیدا می کنیم. 2, 4, 1, 2 ای سی است. 3, 4, 1, 2 شد. و دیگه معکوس از ای چی است؟ معکوس از ای 1 -2 -1/2 و 3/2 می باشد. حال ای را با هم دیگر ضرب میکنم. حاصل ضرب از ای را تشکیل میکنم که آیا متریکس عینیت از ای باید این متریکس عینیت شون چند است؟ 1, 0, 0, 1 می باشد. باید این متریکس را به دست بیاید. خود چطور ضرب کرده میتونم؟ سطر اول ضرب ستون اول ضرب ستون دو مستقیما ضرب میکنم. 3 ضرب 1 3 و 4 ضرب -1/2 -2 می شود. -2 جمع 3 مثبت 1 شد. و دیگه ایشان 3 ضرب -2 -6 می شود. باشه این را نوشته کنم. 3 ضرب 1 3 و 4 ضرب -1/2 چند می شود؟ -2 می شود. عنصر اول. 4 ضرب
منفی دو منفی شش می شود و چهار ضربه سه بر دو چند می شود؟ مثبت شش می شود. سطر دوم ضربه ستون اول ضربه ستون دو، یک ضربه یک یک می شود و دو ضربه منفی یک بر دو منفی یک می شود. یک ضربه دو منفی دو و دو ضربه سه بر دو سه مثبت سه می شود. پس در نتیجه این مساوی به ای ضرب در ای به توان منفی یک مساوی به چند شد؟ از سه که یک کم شود یک می شود. ایش منفی شش مثبت شش صفر می شود. یک منفی یک صفر می شود. منفی سه مثبت سه یک می شود. این حاصل ضربی از این مساوی به چی شد؟ مساوی به متریکس عینیت شد. خیلی پس در نتیجه گفته میتونم که از این متریکس معکوسشان ای درست می باشد. ای بود معکوس پیدا کردن متریکس دوی در دو که برتان کار کردیم. خدا کنه که یاد گرفته باشید. تا به ویدیوی بعدی شما را به خداوند لایزال می سپاریم. وقت خوب و خوش داشته باشین. خدا حافظ.